دکتر عباسی عزیز، سلام بر شما. درود بر شما مهربانجان آقای میبودی عزیز. خب دکتر عباسی، شما در انگلستان بودید و تظاهرات بزرگی در لندن برگزار شد که شماری زیادی از هموطنان ما در شرکت کردن. همین سراپا گوشیم که گزارش شما رو در این زمینه بشنویم. واقعا جناب میبودی مهربان یار نازنین، تظاهراتی که دیروز برگزار شد در لندن به یاد هجده تی، من فکر میکنم که یک تظاهرات بسیار تاریخی بود که برگ نوینی رو در تاریخ مبارزات ما علیه نظام اسلامی و عدالت فقید گشود. بخاطر اینکه جناب میبودی برای نخستین بار واقعا در این تظاهرات احزاب و گروه های مختلف و بسیاری با اندیشه و تفکرات بسیاری، اندیشه ها و تفکرات بسیاری شرکت کردند و این واقعا برای نخستین بار قابل تحسین و ستایش بود که ما مثلا من اسم چند تا از این احزاب و دست چاد رو بگم، حزب کمونیست کارگری رو در کنار جبهه اتحاد ملی می دیدیم، حزب ایران فردا، حزب ایران پاک، هواداران پادشاهی، حزب مشروطه، ایرای ملی و چپ برای نخستین بار جناب آقای میبودی و شخصیت های میهنی، هنرمندان، نویسندگان عزیزی مثل دوست بسیار عزیزمون ونوچهر وسوق، آقای رضا سرکوب، آقای جمشید رضایی، مثل تیمسار خسروانی و نویسندگان بسیاری که الان نمیتونم اسم همه رو بیارم، برای نخستین بار و بعد دوستانی واقعا از پاریس اومده بودن، نویسنده عزیزمون نوشنگ معین‌زاده، آقای دهلوی، و برای نخستین بار یک تظاهرات بود آقای میمودی که تمام نمایندگان تفکراتی که واقعا در میان ایران و ایرانیان موجود هست در این تظاهرات شروع شرکت کرده بودن و هر کسی هم تصویر و شعاری که آورده بود واقعا در راستای این مبارزات خودمون بود و برای نخستین بار شما تصویر مصدق رو می‌دیدید برای دست مردم و تصویر منصور حکمت رو و محمد رضا شاه و شهبانو فرح رو، یعنی هر کسی تصویری هم و پرچم ایران به دست همه بود، چتها پرچم رو برافراشته بودن با شکر و خورشید. و جناب میبودی برای این نخستین بار منم واقعا چون دیدم این نخستین تظاهراتی است که داره برگزار میشه با حضور طیفا و گروه ها و جریانات مختلفی، دعوت رو پذیرفتم از پاریس برای سخنرانی به این تظاهرات اومدم. برای نخستین بار آقای میبودی یک اتفاق جالب دیگه افتاد در لندن، چون میدونید تظاهرات مشخصا درست در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کنزینگتون برگزار میشد و این برای نخستین بار بود که سفارت جمهوری اسلامی، کشوری که مدعی است دنیا قبولش داره به جز ملت ایران، یعنی 95% ملت ایران این نظام رو قبول نداره ولی تمام کشورهای دنیا اونو به رسمیت شناختن، یعنی امریکتی به اصطلاح خودش این سفارت خونه داره، برای نخستین بار اینها تا این حد خودشونو پایین آوردن و زبون نشون دادن و اینها بلندگوها رو در سفارت در توی خیابون کارسازی کرده بودن که پیش از اینکه هنگامی که من می‌خواستم سخنرانی شروع بکنم اینا این بلندگوها رو شروع کردن به دادن شعارهای ابتدا و بعدم روزهای امام حسین اینا رو ازش پخش کردن، شعار می‌دادن که مثلا مجاهد برو گم شو و اینها مجاهد هستن، اینها چه هستن و یا او فریاد می‌زدن که از آن سو نیز مردم پاسخ می‌گفتن که مثلا ریشو برو و بدین سان، یعنی برای نخستین بار آقای میبودی سفارت جمهوری اسلامی رسما وارد عمل شد و تقریبا یه ساعت خورده ای با دادن این شعار از اون بلندگوی خودشون که کارسازی کرده بودن در میخواستن اخلال به وجود بیارن در این تظاهرات بسیار با شکوه که برگزار شده بود، نویسندگان بسیاری که حضور داشتن در کنارشون ما میدیدیم که جناب میبودی نمایندگان رسانه های خارجی، حتی تلویزیون، یک تلویزیون از فرانسه اومده بود، TFN مشهور بزرگترین تلویزیون فرانسه اونجا حضور داشت، رسانه های دیگر ایرانی و غیر ایرانی حضور داشتن و برای اونها این مسئله بسیار جالب بود که چطور میشین برای جوهان ممانعت کنن از انجام سخنرانی سیاوش اوستا و این تظاهرات رو میخوان منعرف بکنن، از سفارت شروع کردن به شعار دادن و پخش یک سری مسائلی که واقعا موجب شرمندگی خودشون در تاریخ شد و خواهد شد و این برای نخستین بار ترس اینا رو نشون میداد از این همایشی که واقعا آقای میبودی همه گروه ها برای یک روز جمع شده بودن و یاد زندانیان سیاسی، یاد کسانی که جنبش رو این جنبش رو پایه‌گذاری کردن، جنبش دانشجویان و مهندس حشمت تبرزدی عزیزمون که در زندان است، محمدی های عزیز، باطوی های عزیز و دیگران، و ببینید در چند روز پس از این که هاشم آقاجدی رو استاد دانشگاهی عنصر فرهیخته‌ای که هم خودش
در جنگ شرکت کرده، معلول جنگی است. اینی که من دیروز اونجا در سخنرانی ایراد کردم، گفتم اینجا تاکید بکنم که تمام قربانیان کنونی نظام اسلامی، آقای علی رضا میبودی عزیز و نازنین، اینها تمام کسانی هستند که سالها به این نظام اسلامی خدمت کردن، در راهش خون دادن، شهید شدن. هاشم آقاجانی پاش از دست داده، برادر 18 سالش در جنگ از دست داده و امروز به اتهام الحاد و کفر مثل حلاج، همونطور که خود نازنین گفت، دارن محاکمش میکنن. بچه های محمدی در زندان دارن درد و عذاب دارن، از بیماری هایی که دارن، تبرزدی چشش داره، نابینا میشه، قلبش گرفته، خانواده ها اینها همه بی سرپرست هستن. اینا همه کسانی هستن جناب میبودی که ما اگر دیروز در لندن جمع شدیم، در پاریس، در شما، در امریکا، در سراسر دنیا جمع شدیم، برای این بود که این بچه ها، این جوانان، این نازنین ها، این استادان بزرگ بدونن که ملت ایران با این هاست. و خوشبختانه این زبونی که نظام اسلامی نشون داد و دیروز از سفارت شروع کرد با بلندگوهاش به پخش شعار علیه تظاهر کنندگان، نمایانگر قدرت و رشادت فکری ملت ایران هست. اینها در برابر این تفکرات و اندیشه های اوستایی، آریایی، ایرانی، میهنی که ملت ایران امروز به اونها رو آورده، خب خودشون رو ضعیف و ناتوان میبینن. خیلی تشکر میکنم آقای سیاوش اوستای عزیز. از موقعی که میگم این حسن عباسی اسمش، منم دیگه دلم نمیاد. جناب میبودی، من یه نکته هم از این حضورتون عرض بکنم در حوزه با این حسن عباسی جمهوری اسلامی.